برای صحبت بیشتر در این باره دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای الطافی، آیا قانون شهروندی جدید در هند با اصول دموکراسی در کشوری که مشهور به بزرگترین دموکراسی جهان است در تضاد نمی باشد؟ با عرض سلام و وقت بخیر، ضمن قبولی طاعات و عبادات، برداشت کلی و نظر تحلیلگران در این مورد این است که قانون جدیدی که در پیوند به حقوق شهروندی در هند مصوب شده با اصل برابری و عدالت اجتماعی در تضاد. یک فاکتور با معیار مهاجرت و قانون پناهندگی بین المللی در تضاد است. دو فاکتور همچنان این قانون در واقع به مساوی تضاد با اصل یا اصول دموکراسی در مغایرت هست. این قانون چرا در مغایرت است؟ به دلیل اینکه مذهب خاص و نژاد مشخص را در واقع نشانه گرفته و این عدم مد نظر گرفتن اصول دموکراسی که تنوع و همگانی بودن و متکثر بودن است، ایرا لحاظ نکرده. و با این حساب میتوان گفت که با روح دموکراسی و اصول دموکراسی در تضاد میباشد. بله، اعتراض های صورت گرفته نسبت به اجرای شدن این قانون را تا چه حد مؤثر میدانید؟ عرض شود خدمت شما که اعتراضات در هر قالب باشد نشانه عدم رضایت و نگرانی یک مردم و یک ملت و یک عده از افراد به مثابه یک امری است که شکل گرفته. پس این اعتراضات نشانه عدم رضایت شهروندان اقلیت‌های قومی هندوستان هست که در واقع نسبت به وضع قانون مصوبه جدید شکل گرفته. حالا این اعتراضات چی به شکل عمومی باشه، چی انتقادات اپوزیسیون و یا اقدامات قانونی برای تغییر و لغو این قانون باشد، مؤثر هست. ممکن است که در واقع به مرور زمان این اعتراضات اگر ادامه پیدا بکند و همگانی بشود، بر سیاست گذاری دولت مودی در واقع تأثیر گذار است و تأثیر میگذارد. اما جانب دیگه میتوان گفت که وضع این قانون ممکن است به خاطر دوباره به رسیدن قدرت آقای مودی در واقع هندوها را به دست بیاره و این نشان دهنده این موضوع است که در واقع اختلاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان، اختلاف میان هند و پاکستان با شکلگیری و تصویب این قانون بیشتر خواهد شد. بله، با توجه به اعلام موضع آمریکا، سازمان عفو بین الملل و گروه‌های حقوق بشری در برابر این قانون و تبعیض‌آمیز خواندن آن، تا چه حد تلاش‌های بین المللی را برای مقابله با این دست اقدامات دولت حاکم در هند مؤثر می‌دانید؟ بالاخره نظام بین الملل مناسبات قدرت را در سطح جهانی معین میکنه. حضور آمریکا و نقد آمریکا بر بزرگترین دموکراسی دنیا در واقع خودش حائز اهمیت هست. بالاخره زمانی که آمریکا به عنوان قدرت بزرگ و سازمان عفو بین المللی و سازمان‌های دیگری حقوق بشری نسبت به این قانون در واقع اعلام موضع نموده، خودش نشان دهنده این مطلب هست که این قانون قانون تبعیض‌آمیز هست و حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی را در واقع نقض کرده و به رسمیت نشناخته. و این فشارها ممکن است بر دولت هندوستان در واقع بیشتر شود و موجب تغییر و یا حتی لغو این قانون و همگیر شدن اعتراضات بگردد. اما این اعلامی موضعی که به صورت اعلانی از جانب
قدرتی بزرگ و نهادهای مدافع حقوق بشر در واقع شکل گرفته یک جانبه کفایت نمی کند، بلکه بستگی به این دارد که مردم و معترضین از این موضع و از این روزنه استفاده بکنه و تا ای که فشار بیشتر را بر دولت هند و بر آقای مودی وارد بکنه، تا ای که این قانون تبعیض آمیز که خلاف عدالت اجتماعی، خلاف قانون پناهندگی، خلاف موازین حقوقی بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی هست و حقوق بشری می باشد، باید کنار گذاشته شود و یک قانون جامع و مانع و متناسب با اینکه در واقع روایت کننده دموکراسی کثرت‌گرایانه باشه تجلی پیدا بکنه. بله، ممنونم از شما دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان.